سلام، وقتتون بخیر باشه. علی محکیزاده هستم، نوازنده و مدرس ساز ویولون. با جلسه 18 از آموزش‌های گام به گام ویولون در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه استارت کلاس رو بزنیم، لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کناریش رو هم تب بکنید. مرسی. خب، میرسیم به یک مبحث خیلی مهم و حائز اهمیت که در موسیقی خب خیلی زیاد ما ازش استفاده میکنیم. مبحث ضد ضربه. من یک توضیح اجمالی نسبت به ضد ضرب خدمت شما بدم. معنای بارز تئوریش چجوریه؟ مثلا دارم میگم، ما برای مثال مثلا خیلی بدیهی حکایت اینه که شما در یک میزان نمایی ما 4-4 4 تا نوت سیاه داریم. اوکی، ضد ضرب کجا به معنا میرسه؟ یک تعریفی در ذهن برخی از افراد هست که مثلا میگن نوت اول سکوت و نوت دوم مثلا نوت صدادار باشه، این میشه ضد ضرب. این غلطه. شما یک نوت سیاه رو باید تقسیم بر از دو بزنید، یعنی یک نوت چنگ بشه، دوتا نیم ضربی بشه. نوت اولی که قدرتمند اجرا میشه، یعنی عدد یک، برای مثال عرض میکنم عدد یک سکوت محسوب میشه، واژه وی که بعد از اون یک و میاد میشه یک نوت صدادار، یعنی سکوت یک، آها سکوت لا. این میشه حکایت ضد ضرب، یعنی نوت هایی که به لحاظ قدرت یک مقداری متفاوته در اینجا به معنا میرسه که سکوت کجا قرار میگیره، نوت صدادار کجا قرار میگیره، که در اجرا باز حق مطلب بهتر ادا میشه. با ما همراه باشید. خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، استایل اجرا به این صورته که ضعیف بودن و قوی بودن نوت رو باید حتما رعایت بکنید. استایل اجرای این درس میشه یک برسیم به یک مبحث خیلی مهمتر به نام سنکوپ در موسیقی. یک توضیح اجمالی بخوام بدم و یک تفاول بزنم به مثال درس قبلی. مثلا ما یک میزان نمایی 4-4 داریم و خب به تب 4 تا نوت سیاه باید در اون میزان قرار بگیره. حالا خط اتحاد که به یک نوت پرقدرت و به یک نوت پرقدرت دیگه داده بشه میشه سنکوپ. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم لا 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 لا، خب 4 تا نوت سیاه داریم، انتظار داریم که نوت دوم رو مثلا بشنویم، میگیم لا لا، ولی اینها اگر به صورت اتحاد اجرا بشن سنکوپ شکل میگیره، یعنی میشه لا لا لا. اوکی، پس این میشه اتفاق معنی سنکوپ که حالا در نوت چنگ، نوت دولا چنگ، نوت سیاه استفاده میشه، محدودیتی نداره. این میشه معنای بارزش که حالا در پارتی که قراره برای شما اجرا بشه باز بیشتر توضیح میدم و کاملا معنای این قضیه رو متوجه میشید.
خب میرسیم به یک موزیک خیلی خفن که ساخته استاد علی نقی وزیری هستش، سرود خواب تا چند. خیلی موزیک پرمسما و خفنیه، برای نواختنتون خیلی بهتون کمک میکنه و یه جورایی برگرفته شده از همون سنکوپ و ضد ضرب و اینهاست که ما در همین چند دقیقه گذشته توضیح دادیم و اجرا هم کردیم. بریم سراغ اجراش ببینیم داستانش چیه. مرسی که تا به اینجا همراه ما بودین، سپاسگزارم. لطفاً مطالبی که گفتم رو حتماً تمرین بکنید، چون موسیقی فراره و هر آن ممکنه اون چیزهایی که یاد گرفتین از ذهنتون ریموو بشه. حتماً مد نظرتون باشه و تمرین مکرر روش داشته باشین که در ذهنتون مزمن و نهادینه بشه. قبل از اینکه خدافظی بکنیم، لطفاً چنل یوتیوب ما رو طبق روال کماف سابق سابسکرایب بکنید و زنگوله کناریش رو هم حتماً بکنید. مرسی که با ما همراه بودید.